سلام، با خبرهای این ساعت طلوع خوش آمدید. امروز دوشنبه هفتم ماه سرطان سال 1389 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 28 ماه جون سال 2010 میلادی. در این برنامه بنفشه صادقی و تمنا احمد زیرانی با تازه ترین رویدادهای ورزشی و پیش بینی آب و هوای فردا در استودیوی خبر با خود داریم. در آغاز سرخطه چند خبر از کشور. رای اعتماد مجلس نمایندگان و 5 نامزد وزیر معرفی شده به این مجلس. آلوده بودن مقامات سرشناس حکومت و فساد اداری. و رد گفتگوی رئیس جمهور کرزی با سراج الدین حقانی و برخی از مقامات پاکستانی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. اعضای مجلس نمایندگان امروز برای دادن رای اعتماد به 7 نامزد وزیر معرفی شده از سوی رئیس جمهور کرزی به پای صندوق‌های رای دهی رفتند. سرانجام از 7 نامزد وزیر با هم 2 تن آنان رای اعتماد به دست نیاوردند. رای اعتماد نگرفتن این 2 نامزد وزیر واکنش‌های پرخاشگرانه را برخی از نمایندگان را نیز به همراه داشت. پس از گزارش برنامه‌های کاری 7 نامزد وزیر، نمایندگان به پای صندوق‌های رای دهی رفتند. سرور دانش و داوود علی نجفی نامزد وزیران تحصیلات عالی و وزارت ترانسپورت و هوانوردی نتوانستند رأی اعتماد مجلس نمایندگان را به دست بیاورند. برخی از نمایندگان هنگام اعلام ناکامی این 2 نامزد وزیر واکنش‌های پرخاشگرانه نشان دادند و میگویند که مجلس بر بنیاد قوم سالاری و ملیت پرستی به نامزد وزیران رأی داده است. بسم الله محمدی به حیث وزیر امور داخله، انوارالحق اهدی به حیث وزیر تجارت و صنایع، عبدالقدوس حمیدی به حیث وزیر فواید عامه، جماهر انوری به حیث وزیر مهاجرین و عودت کنندگان و اسدالله خالد به حیث وزیر سرحدات و قبایل با بعد از آوردن رأی اعتماد مجلس نمایندگان به این مقام ها برگزیده شدند. اما ای که چه دلایلی باید شد در داخل ولسی جرگه افغانستان کی 2 نامزد وزیر نتوانند رأی تایید بگیرند، این را میگذاریم به ولسی جرگه افغانستان. اما با حکومت افغانستان و با رئیس جمهور افغانستان مایه نگرانی است و امیدوار هستیم که در آینده بتوانیم که مشارکت قوم هزاره را در کابینه افغانستان از هر طریق ممکن تأمین بکنیم. 2 نامزد وزیر در حالی از مجلس نمایندگان رأی اعتماد به دست نمی آورند که این مجلس امروز قانون سرپرستی وزارت‌ها را با اکثریت آرا تصویب کرد. در این قانون آمده است که سرپرست بیش از 1 ماه نمیتواند به حیث سرپرست باقی بماند. مقامات ایالات متحده آمریکا از آلوده بودن مقام‌های سرشناس حکومت حامد کرزی به فساد اداری سخن میگویند. واشنگتن پست از زبان این مقامات آمریکایی نگاشته است حکومت افغانستان به نهادهای عدلی و قضایی دستور داده است تا از بازداشت و پایگرد این افراد خودداری کند و در برابر آنان رفتار احترام آمیز داشته باشد. مقامات آمریکایی به واشنگتن پست گفتند که در این باره شواهد در دست دارند. واشنگتن پست از زبان مقام‌های آمریکایی نگاشته است که با استفاده از فناوری نو به ویژه ضبط صدا شواهد کافی در دست دارند که نشان دهنده دست داشتن مقام‌های بلندپایه حکومت رئیس جمهور کرزی در فساد هستند و این شواهد به زودی در اختیار حکومت افغانستان قرار خواهند گرفت. واشنگتن پست از زبان این مقام های آمریکایی نگاشته است که این مقام های آلوده به فساد میلیون ها دلار را به بیرون از افغانستان بردند و در بیرون از کشور به ویژه دبی خانه های مجلل ساختند. به نقل از واشنگتن پست، در ماه های اخیر حکومت افغانستان به نهادهای عدلی و قضایی دستور داده است تا از گرفتن نام و بازداشت این مقام ها خودداری کنند. این مقام های آمریکایی با انتقاد از لوی سارنوال افغانستان میگویند که 2 سال پیش آقای الکو به مثابه یک متحد نیرومند در کار مبارزه با فساد به این مقام گماشته شد، اما وی به علت پیوندهای سیاسی از مقام های آلوده به فساد پشتیبانی میکند. مقام های عدلی و قضایی ایالات متحده آمریکا در دیدارشان با لوی سارنوال میگویند که آقای الکو از سوی رئیس جمهور کرزی و برخی از نمایندگان مجلس زیر فشار قرار دارد. این مقام های آمریکایی گفتند که آقای الکو در دیدار با همتای آمریکاییش در این باره میگوید: من این کار را انجام میدهم،
زیرا رئیس جمهور میگوید که باید انجام دهم. اما معاون لوی سارنوالی هر گونه نفوذ مقام های بلندپایه حکومتی را در کار این اداره رد می کند. این موضوع اعمال نفوذ به ما یا اصلا طالب سارنوالی و دستوری نماده که مقامات بلند رتبه دولتی حمایشن یا از تعقیب عدلی باز دارن. چنانچه ما به تایید گپ میگه که ما دوسیه سی وزیر کابینه گذشته را ما تکمیل تحقیق کردیم، اتهام نامه ترتیب کردیم و با مسئولیتشان اونی با محکمه برای فیصله صادر کردیم، روان کردیم. حتی در موضوع والی ها چند والی هم یعنی دوسیه دارن پیش ما، ما با محکمه تعقیب کردیم و منتظر جلسات محاکمیش هستیم. از رئیس های ادارات هست، از معین ها هست، از سفیر ها هست. ما اگر اعمال نفوذ صحت داشته باشه خیلی دوسیه را ما چرا تکمیل کنیم، چرا با محکمه روان کنیم؟ بر بنیاد گزارش واشنگتن پست، با وجود کمک های فراوان جامعه جهانی به افغانستان، این کشور یکی از آلوده ترین کشورهای آلوده به فساد شناخته می شود. مقام های آمریکایی می گویند در حالی که باید صدیق چکری سرپرست پیشین وزارت حج اوقاف در زندان می بود، اما به همکاری حکومت آزاد است.